سلام میگم به شما دوستان عزیزم، مونا کیخا هستم و من برگشتم دوباره با یه قسمت جدید، قسمت 8 از مجموعه سوال ممنوع. در خدمت دکتر ساسان عزیز هستیم، خیلی خوش اومدید. سلام عزیزم، سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز. منم ساسان توسلی هستم و خیلی خوشحالم که من و خواهر گلم مونا داریم با همین برنامه رو اجرا میکنیم. امیدوارم که تا حالا برای بینندگان برنامه مفید بوده باشه. به امید خدا. امروز یه سوال جدید داریم از اون سوالای سختی که معمولا هم اصلا من دوست ندارم درباره‌اش زیاد حرف بزنیم. ولی این جلسه مجبوری صحبت کنیم. بله بله، بسیار عالی. آیا جهنم واقعیه و چطور خدا میتونه کسی رو اصلا بفرسته به جهنم؟ میخوام امروز در مورد این با هم دیگه صحبت بکنیم. آره. خب این همه سوال تو دنیا، شما رفتی سراغ جهنم؟ چون چالش برانگیزه. واقعا حالا ما اینجا میخندیم، ولی سوالیه که من باید اعتراف کنم که خودم وقتی 5 سال شبان یک کلیسای ایرانی بودم و موعظه میکردم هر هفته، هیچ وقت درباره جهنم موعظه نکردم توی 5 سال. سوالیه که خیلیامون، حتی ما واعظین و کشیشا، ازش حد خجالت زده باشیم، ازش برامون سوال سختیه، برامون موضوع سختیه و نمیخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم. تو هم خودت این تجربه رو داشتی؟ بله واقعا همینطور برای منم. آره، یعنی و اگر کشیشایی خیلی درباره جهنم صحبت میکنن، اصلا خیلیامون فکر میکنیم که آدمای یه مقدار عوضی هستن، آدمای خیلی خشنی هستن و... آره، میخوان از خدای لولو خورخوره درست کنن. و اصلا این داستان جهنم، میخوام اینو امروز اینطوری میخوام صحبت رو باز کنیم، این داستان جهنم اصلا جایگاهش در الهیات مسیحی چیه؟ این خدای محبت و فیض که این همه پیغامش رو در انجیل میخونیم، چطوری اصلا میتونیم در مقابل یک همچین خدایی تصور یک جهنمی رو داشته باشه؟ به نظرم سوالات خیلی مهم و وسیعی هستش و به خصوصم ما از زمینه میایم، من و شما و بینندگانمون، که از زمینه دینی میایم که جهنم، تصویرای از جهنم تو ذهنمون هست، حالا چه به خاطر دین خودمون، چه حتی تصویرای جهنم تو قرون وسطا در تاریخ کلیسا، که خیلی راش راستشو بخواید بیشتر منبعش داستان دانته هست تا خود کتاب مقدس. ولی جهنم رو یک تصوری میکنیم که یک محل شکنجه ابدیه که هی هر روز آتیش جهنم پوستتو میکنه، دوباره یه پوست جدید، نمیدونم با غیر از حلقومت غیر و آتیش و زغال و یک تصویری که خدا یک لولو خورخوره است، خدا یک شکنجه دهنده است و داره هر انسان رو تا ابد تو این اتاق شکنجه زجر میده و میچزونه. خب این یک تصویر وحشتناکیه. حالا میخوایم پس میخوایم وارد بشیم که اصلا تصویر جهنم چیه، قلب خدا چیه، بله، و جایگاه جهنم رو چطوری میتونیم در الهیات مسیحی بیشتر دربارش صحبت کنیم. بله مرسی. حالا خوبه که نظر مردم هم بشنویم، مردم عزیزمون در مورد جهنم اصلا چی میگن، نظرشون چیه. برمیگردیم زود. آیا باز به نظر شما جهنم واقعیه؟ و اگه واقعیه چطور این خدای محبت میتونه افراد رو به اونجا ببره؟ من فکر نمی کنم جهنم وجود داشته باشه. فکر می کنم که همه ماها عملکرد کارامون رو همینجا میبینیم و فکر نمی کنم که خدایی که اینقدر مهربونه، اصلا فکر نمی کنم جایی برای به عنوان جهنم برای انسانها وجود داشته باشه. من فکر میکنم که اولا که من به جهنم اعتقاد دارم و بهشت و جهنم، ما وقتی ایمان میاریم یعنی گناهانمون بخشیده شده و فرزند خدا شدیم، ولی وقتی دیگه خودمون اونجا انتخاب میکنیم که راه غلط رو بریم، یعنی زمانی که ایماندار هستیم انتخاب میکنیم که کار بدی انجام بدیم یا نمیدونم هر کاری بکنیم که برخلاف قانونها هست، برخلاف حرفها و چیزایی که باید انجام بدیم هست، به نظرم باید یه جایی جزاش رو ببینیم دیگه و به نظر من جهنم واقعیه. بله، خب زندگی بعد حیات هست، بهشت و جهنم هست و خب ما چیزی که از کلام میخونیم میبینیم که هست و خب خداوند میبینیم وقتی تو اون مسیر درست رو نری، وقتی به اون راه نرسی، وقتی که بری تو دنیا غرق بشی، اگر که خداوند رو فالو و پیروی نکنی، خب ممکنه که بری. ولی خب محبت و عشق خدا انقدر عظیمه که تو میگه که تو فقط وقتی ایمان بیاری، یعنی اون ببین، چون
عیسی نه تنها برای گناهایی که ما کردیم رفت قربان شد، بلکه برای گناهایی که میکنیم. پس چقدر این خداوند عظیم و بخشنده ایه. سوال سختیه، اینکه من به شخص خودم به فکر فرو رفتم الان، اما من فکر نمی کنم که اون خدایی که اینقدر از محبت صحبت میکنه از انتقام باعث انتقام ما بشه و بخواد از ما انتقام بگیره. وقتی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح کلا بخشیده میشیم، اما این دلیل بر این نمیشه که ما دیگه به عنوان مسیح هر کاری که دلمون خواست بکنیم و هیچ مجازاتی در کار نباشه. ما باید فرزندان نیکویی باشیم برای خداوندمون که در زمان آخر وقتی که ایشون اومدن بتونیم که از یاران خوب عیسی مسیح باشیم. من فکر میکنم که نه، من به شخصه به جهنم اعتقادی ندارم و فکر میکنم که باور من اینه و ایمان من اینه که همه ما نجات یافته. خب خیلی ممنونیم از عزیزانمون که نظراتشون رو با ما تقسیم کردن. بازم مثل همیشه ازتون تشکر میکنم، خیلی واقعا جالب بود. خب دکتر ساسان، بیاییم صحبت جهنم رو که صحبت میگم هیچ صحبتی هم نیست که من معمولا تمایل داشته باشم درباره صحبت کنم، ولی بذار یه چیزی میخوام اول بگم. اونایی که یه سن و سالی از همون گذشته این واقعیت رو میدونیم که واقعیت حقیقت ربطی به این نداره که چقدر من از یه چیزی خوشم بیاد یا خوشم نیاد. یعنی احساسات من نسبت به یک موضوع تعیین نمی‌کنه که اون مسئله حقیقت داره، واقعیت داره یا نه. مثلا بگیم که این دارو میتونه منو کمک بکنه که خوب بشم. اگه واقعا دارو میتونه منو کمک کنه، ولی من از مزه‌اش خوشم نمیاد، از این دارو خوشم نمیاد، ربطی نداره که من خوشم بیاد از یه موضوع یا خوشم نیاد، سلیقه من باشه یا نباشه. باید با حقیقت روبرو شد، حتی اگر خیلی حقیقت تلخی باشه. حالا موضوع جهنم، موضوع داوری مسلماً یک حقیقت خیلی تلخیه، ولی می‌خوایم که بریم به خود کتاب مقدس و این موضوع رو بیشتر باز بکنیم در یک چارچوب الهیات کتاب مقدسی. عزیزان، نه به خاطر، نه بر اساس داستان دانته و حرف و حدیث هایی که از بچگی شنیدیم که از خدای لولو خورخوره ساخته و از جهنم یک اتاق شکنجه، نه، خود کتاب مقدس و الهیات مسیحی چطوری دارن با این موضوع روبرو بشن. میخوام ازت مونا جان، ازت خواستم که چند تا آیه برامون بخونی از کتاب مقدس، چه عهد عتیق و چه عهد جدید، که قبل از اینکه وارد اصلا موضوع داوری و جهنم بخوایم بشیم، خدا خودشو داره چطوری معرفی میکنه؟ آیا خدا یک خدایی که از زجر دادن و شکنجه دادن و چزوندن داره لذت میبره، یا خدا خودشو داره یک خدای دیگه معرفی میکنه؟ برامون چند تا آیه مهم رو در این زمینه بخون لطفا. آیا گمان میکنید که من از کجا داری میخونی؟ از حزقیال دارم میخونم، باب 18. اوکی، حزقیال نبی، یکی از انبیای بزرگ عهد عتیق. خب اوکی، فصل 18 آیه 23. اوکی، بله. آیا گمان میکنید که من از مردن شخص گناهکار خوشحال میشوم؟ به هیچ وجه، بلکه برعکس، میخواهم از راه بدی که در پیش گرفته است بازگردد و زنده بماند. پس خدا هیچ لذتی نمیبره از مرگ یک آدم گناهکار. اینطور نیست که اوه جون یه نفر دیگرم دارم اینجا داره میمیره و من دارم خوشحال میشم. نه، خدا انسان رو در شباهت خودش آفریده و همیشه هدف کلام خدا اینه که انسان از گناه خودش توبه بکنه و برگرده به حقیقت خدا، برگرده به حقیقت خالقش. از عهد جدید، از تیموتائوس و پتروس میخوام برامون چند تا آیه بخونی. آیه 32 شو نخونم؟ آه ببخشید، چی میگه حزقیال؟ چی میگه؟ ادامه بدید، معذرت میخوام. زیرا خداوند متعال می‌فرماید من از مرگ هیچ کس شاد نمی‌شوم، پس بازگردید و زنده بمانید. مرسی. بله. بله. خیلی ممنون. اوکی. دوم پتروس. بخون برامون سریع آیاتو. دوم پتروس باب 3 آیه 9. بله. اوکی. خداوند در انجام آنچه وعده داده است، آنچنان که بعضی ها گمان می کنند تأمل نمی کند، بلکه با صبر شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند. اوکی، پس خدا در صبرش منتظره که تو توبه بکنی و نابود نشی.
دل خدا در واقع دل خدا اینه که تو نجات پیدا بکنی، تو توبه بکنی، تو به طرف نابودی نری. خیلی آیه مهمیه این. بس. رفرنس پتروس تو یه بار دیگه به من بگو، میخوام به ترجمه 1009 هم نگاه بکنم. پتروس 3 آیه 9 اول پتروس. بله نه دوم پتروس. دوم پتروس 3 آیه 9 میگه که آره این خیلی قشنگتر میگه برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود. نمی‌خواد کسی هلاک شه، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. دل خدا برای توبه و نجاته، نه برای هلاک، نه برای مجازات، نه برای داوری. و بعد از تیموتائوس هم برامون بخون لطفا. اول تیموتائوس دو آیات 3-6 گفته بود. درسته؟ زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. خیلی خوب. توی 1009 میگه که خدا میخواهد آیه 4 همگان نجات یابند. خواست خدا اینه که همه انسان‌ها نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردند. و بعد در آیه 6 مسیح که با دادن جان خود بهای رهایی جمله آدمیان را پرداخت. پس خیلی واضح عزیزان می‌بینیم که خدای خدایی نیستش که اهل شکنجه و چزوندن و جزوندن و زجر دادن بخواد این یه چیز لذت بخش باشه. خدایی که انسان رو در شباهت خودش آفریده و دل داره برای نجات انسان، برای توبه انسان. ولی واقعیت اینه که همه انسان‌ها توبه نمی‌کنند، همه به نجات دست پیدا نمی‌کنند. این واقعیتیه که حالا خود تو کتاب مقدس می‌خوایم نگاه بکنی. دل خدا نجات همه است، ولی این اتفاق برای همه نمی‌افته، چون خیلی‌ها محبت خدا رو رد می‌کنن. حالا شما وقتی اشاره میکنیم به این تنش که چطوری خدای با محبت و فیض میتونه اصلا میتونیم جهنم رو در حضور همچین خدای اصلا تصور کنیم، یکی از اولین نکته هایی که عزیزان باید به یاد بیاریم اینه کسی که بیشتر از هر انسان در طول تاریخ بشر از محبت و فیض و بخشش قلب خدا صحبت کرده عیسی مسیحه. کسی مثل مسیح اینقدر از تاکید نکرده روی بخشش و فیض و محبت خدا. و همون مسیحی که این همه اساس پیامش بخشش و فیض و محبت خداست، هیچ کس هم به اندازه مسیح تو کتاب مقدس درباره واقعیت داوری و جهنم صحبت نکرد. خب این الان با فیضش یه جوری فیض خدا رو زیر سوال نمیبره. خب اینو از خود مسیح باید یه روز بپرسی دیگه. یه روز یه روز وقتی رفتیم این برنامه سوال ممنوع، ما توی در حضور مسیح هم برنامه های سوال ممنوع رو ادامه میدیم، چون شاید امروز همه سوالا رو نتونیم به جوابش برسیم، ولی صحبتمون اینه. پس من اینو به لیستم اضافه، اینو به لیستت از خود مسیح بپرسیم. ولی دارم اینو میگم، میخوام اینو بگم، داستان جهنم این نیست که کشیشا و رهبران مذهبی سر و هم کردن که مردم رو بترسونن و از خدای لولو خورخوره درست کنن که افراد رو پیرو خودشون بکنن. صحبت جهنم تو کتاب مقدس برمیگرده به تعالیم خود عیسی مسیح. اصلا در واقع صحبت جهنم اصلا تو عهد عتیق تقریبا میتونیم بگیم وجود نداره. ولی واقعیت داوری و مجازات بعد از این حیات این دنیا بیشترش برمیگرده به تعالیم خود عیسی مسیح، همین عیسایی که صحبتش پر از تعالیمش و زندگیش پر از صحبت محبت و عشق خداست. حالا میخوام آیات خیلی زیاده، وقت نداریم بهش نگاه کنیم، ولی میخوام تو چند تا آیه رو سریع از صحبتهای خود مسیح برای ما بخونی، خیلی سریع لطفا. متا 25 آیه 31-34 رو براتون میخونم.
وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع می شوند. آنگاه او مانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده. اوکی، بعد حالا ادامه بده. بعد میگه چرا؟ زیرا گرسنه بودم، به من خوراک دادید، تشنه بودم، به من آب دادید، غریب بودم، به من جان دادید، عریان بودم، مرا پوشانیدید و غیره و غیره. و بعد ادامه میده صحبت رو. بله، تو متی 41 بله دیگه آیه 25 بله آیه 41. آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده بروید. و همچنین در آیه 46 میبینیم که میفرمایند: و آنان به کیفر ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به حیات جاودانی وارد خواهند شد. آره، این ترجمه زارین رو. پس آنان اونایی که در سمت چپش داوری خواهند شد به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاودان. ولی همون آیه 41 که خوندی اونها رو خطاب میکنه به عنوان ملعونان: از من دور شوید، به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان اون آماده شده است، نه برای انسان. هدف خدا نابودی انسان نبوده، ولی انسان این مجازات رو هم تجربه میکنه، انسانی که محبت خدا رو رد میکنه. یه آیات دیگه بخون و بعد وارد صحبت خواهیم شد. متی 13 رو براتون میخونم. آیه 41 تا 43. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کسی را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوزه ای مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. اوکی. حالا از این آیات، آیات خیلی دیگه هم هست که مسیح اشاره به کلمه یونانیش، کلمه گهنا هست، اشاره به اون جهنم، اشاره به داوری، اشاره به این که جایی که تاریکی هست. حالا تصاویر دیگه، جایی که آتش هست، مجازات هست، جایی که میگه دندونات رو به هم میزنی، انگلیسیش میگه gnashing of teeth، یعنی یک جایی که دور از حضور خدا، دور از برکت خدا، دور از شلوم، آرامش و شادی خدا. پس خود مسیح داره این هشدار رو به ما میده. یعنی خیلی راحت بود که اگر میگفتیم که نه بابا، جهنم و این حرفا همه اسطوره و خرافات و حرفای مامان بزرگمونه، ولی اگر همون مسیحی که چقدر از حرفای زیباش درباره محبت و عشق و بیایی نزد من ای تمام زحمت کشان، من به شما آرامش میدم، همون مسیح به انسان هشدار میده که محبت خدا رو رد کردن نتایج ابدی خواهد داشت. حالا تو قسمت بعدی میخوایم این موضوع رو از نظر الهیاتی باز بکنیم. که آیاتش رو خوندیم. حالا چطور از نظر الهیاتی میتونیم یه مقدار تجزیه تحلیل کنیم مبحث جهنم و داوری؟ اوکی، زود برمیگردیم. یه تیزر کوتاه ببینیم عزیزان، خیلی زود با ادامه بحث در خدمت شما خواهم بود. خب خیلی زود برگشتیم، با ادامه بحث در خدمت شما هستیم. دکتر ساسان بفرمایید. خیلی خوب، من میخوام که اشاره بکنم به یه سری صحبت ها، ولی میخوام به عنوان یه رفرنس، همیشه دوست دارم یه رفرنس تو صحبت هام باشه، میخوام اشاره به یه فصلی بکنم از این کتابی که قبلا هم بهش اشاره کردم، Is God Just a Human Invention؟ آیا خدا فقط یک اختراع فکری بشر هستش؟ و یه فصل خیلی جالبی داره که تیترش درباره جهنمه. میگه Is hell a divine torture chamber؟ آیا جهنم یک اتاق شکنجه الهی هست؟ این سوال این فصله. آیا جهنم یک اتاق شکنجه الهی هست؟ میخوام چند تا نکته رو خیلی سریع بگم. خیلی از محققین کتاب مقدس عقیده دارن که صحبت جهنم کلن، صحبت نمیدونم آتیش و پوستت، نمیدونم هر روز از بدنت میاد دوباره یه پوست جدید و گیر توی گلوت میریزن و کتک و سیخ و این چیزا نیست.
تصاویر، اینا که اصلا تو کتاب مقدس که البته نیست، تصاویری که خود این جمله که اصلا تو کتاب مقدس نیست، ولی حتی این صحبت آتش و نمیدونم درد و عذاب بیشتر صحبت‌های سمبولیک هست. ولی صحبت‌های سمبولیک نه به این معنایی که پس این واقعیت نداره، نه، واقعیت جهنم چیه؟ میخوام لب کلامو بگم، واقعیت جهنم چیه مونا جان؟ واقعیت جهنم همونطوری که اشاره کردم تو قسمت قبلی، واقعیت جهنم دوری از حضور خداست. جایی که خدا هست و در آغوش خدا هستی اونجا بهشته، و جایی که از حضور خدا دور هستی اونجا جهنمه. در اونجا تاریکیه، در اونجا عذابه، در اونجا. پس میخوام بگم در درجه اول، حالا نه، پس بی خیال، خدا رو شکر، پس جهنم اونقدر جای بدی نیست. نه، دوری از حضور خدا، دوری از محبت قلب خدا، کتاب مقدس میگه اونجا جهنم. و بعد سی اس لوئیس یه جمله خیلی مشهوری داره که من خیلی به این جمله سی اس لوئیس متفکر مسیحی قرن 20 ارادت دارم، میگه که درهای جهنم از درون قفله نه از بیرون. این نکته خیلی عمیقیه. یعنی سوال اینه، آیا خدا انسان رو جهنم میفرسته؟ من میگم نه، خدا انسان رو جهنم نمیفرسته، انسان هست که جهنم رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه به محبت خدا گفته نه. این نکته خیلی مهمیه. خدا تو رو جهنم نمیفرسته، خودت داری جهنمت رو ادامه میدی و انتخاب میکنی اگر داری رو برمیگردونی از دعوت مسیح، از محبت خدا. این یه صحبت خیلی مهمیه. سی اس لوئیس میگه در آخر دو نوع انسان خواهد بود. انسان هایی که، من الان هنوز نگفته موهای خودم سیخ شده، من از حرفای خودم خیلی جذب زده میشم. سی اس لوئیس میگه دو نوع انسان هست در آخر. انسان هایی که به خدا میگن اراده تو انجام بشه، و انسان هایی که خدا بهشون میگه اراده تو انجام بشه. انسان هایی که خودشون رو به خدا تسلیم میکنن، میگن اراده تو انجام بشه، برکت خدا رو دریافت میکنن. انسان هایی که خدا بهشون بگه اراده تو انسان انجام بشه، اونهایی هستش که خدا میگه به حال خودت رها کردم چون تو منو رد کردی. پس یعنی هر کاری میخوای بکن دیگه. آره، حالا صحبت اینه عزیزان، صحبت سی اس لوئیس و متفکرین دیگه که خیلی قشنگ موضوع رو باز میکنن. ما مثلا این توی همین کتاب Is God Just a Human Invention؟ آیا خدا اختراع بشره؟ نقل قولی میکنه از کریستوفر هیچینز، یکی از ضد خدایان خیلی مشهور دنیای معاصر. میگه اگر خدایی هم وجود داشته باشه، این خدای کتاب مقدس، من نمیخوام برم بهش در حضور این خدا، من این خدا رو نمیخوام مثلا پیشش باشم. حالا سی اس لوئیس یه کتاب خیلی مشهوری داره، تشویقتون میکنم این کتاب رو بخونید. اسم کتابش نمیدونم به فارسی، فکر نکنم ترجمه شده باشه، شاید هم شده من خبر ندارم. کتاب خیلی داستانیه، من اینو سالها پیش خوندم. اسم کتابش هست The Great Divorce، طلاق بزرگ. یه عده رفتن جهنم، سوار اتوبوس میشن، یه روز برای پیکنیک میخوان بیان بهشت، و میان میرسن بهش، از بهش خوششون نمیاد، سوار اتوبوس میشن برمیگردن جهنم. منظور سی اس لوئیس اینه که ما با شخصیت خودمون داریم به همین، از همین الان داریم به طرف خدا یا بهش حرکت میکنیم، وقتی در فروتنی، محبت، بخشش، صبر، فیض داریم رشد میکنیم تو شخصیتمون، داریم به طرف حضور خدا حرکت میکنیم. وقتی از همین الان اسیر خودخواهی، غرور، کینه، نفرت، خودمحوری، از خود راضی بودن، همین الان داره شخصیتمون شکل میگیره، کسی که فقط به فکر خودش و عشق خودشه، همین الان داریم به طرف اون جهنم ابدی حرکت میکنیم اگر شخصیتمون داره به طرف دوری از خدا شکل میگیره. یعنی سی اس لوئیس میگه که جهنم در آخر ادامه شخصیتیه که تو همین زمین شروع کردی اگر خدا رو رد کردی و درگیر غرور و نفرت و کینه و گناه خودت هستی. حتی برای اون اشخاصی که مسیحی هم هستن ولی مثلا برای یه مدت حالا با خدا قهر کردن یا رو برگردوندن یا وارد این صحبت نمیخوام الان بشم، این خودش یک داستان دیگه است. من دارم صحبت های خیلی کلی الهیاتی میکنم که صحبت کلی الهیاتی اینه که خدا تو رو جهنم نمیفرسته، تو با رد کردن خدا داری به طرف اون جهنمی حرکت میکنی که از الانم تقریبا توشی.
این تنهایی ها، این درد ها، این احساس در تاریکی بودن ها از همین الان ادامه پیدا میکنه بعد از این حیات. اگر داری به طرف آغوش خدا میای، از همین الان وارد حیات شدی و در رابطه با خدا داری رشد میکنی. پس این میگم خیلی نکته دیگه میشه گفت، حالا میخوام خواهم گفت. و موضوع داوری، یک نکته خیلی مهم دیگه داوری این هستش که صحبت کتاب مقدس اینه که خدا بی تفاوت نیست به این همه ظلم و گناه. اگر داوری نباشه، اگر حیاتی بعد از این حیات نباشه، افرادی مثل هیتلر و استالین و افرادی که به افراد دیگه تو دنیا تجاوز کردن، ظلم و ستم کردن، اگه بگیم در آخر همه اینا تموم میشه یا آخر همه میرن بهش بخشیده میشن، پس عدالتی دیگه توی این دنیا نمیمونه. یعنی خیلی موضوع عدالت که پس این همه ظلم و ستم و گناه و تاریکی این دنیا چی میشه اگر داوری نباشه، اگر جوابگویی نباشه. این خودش یه مبحث خیلی بزرگه. من فقط دارم اشانتیونی مطرح میکنم که موضوع داوری ربط پیدا میکنه هم به عدالت در این دنیا، که ما همیشه عدالت رو تو این دنیا نمیبینیم، باید دنیای دیگه‌ای باشه که توش عدالت برقرار بشه. این اصلا ایمانوئل کانت که دلایل وجود خدا رو، دلایل کلاسیکش رو رد میکنه به خاطر این موضوع عدالت، چون تو این دنیا برقرار نمیشه، باید دنیای دیگه‌ای باشه، به خدا میرسه توی فلسفه کانت. پس خدا بی تفاوت نیست مثلا. همین. پس نه عدالت اینجا ما میبینیم عدالت کامل رو، پس باید دنیای دیگه‌ای باشه که عدالت برقرار بشه، و هم مسئله این که خدا نمیتونه بی تفاوت باشه به این همه ظلم و ستم و گناه. پس موضوع جهنم یه چیز مسخره نیست که بخوایم بهش بخندیم. مسائل خیلی مهمی هستش که باید دربارش فکر کنیم وقتی درباره قدوسیت خدا صحبت میکنیم، که این همه ظلم و ستم باید یک طوری حساب کتاب بدن. حالا در آخر میخوام اینو بگم، میگم وقتمون محدوده، در آخر میخوام بگم که وقتی هم ما هفته گذشته یک صحبتی داشتیم که عیسی تنها راه رسیدن به خداست، تنها راه نجاته. آه. حالا خیلی از ایمانداران مسیحی، الهیدانهای مسیحی در گروه‌های مختلف، چه کاتولیک چه پروتستان، میگن که عقیده دارن که تنها راه نجات مسیحه، عیساست که نجات میده، نه اعمال خوبت، نه مذهبی بودنت، نه متدین بودنت، چون هممون گناهکاریم و از استاندارد کامل خدا محرومیم. ولی شاید خیلی ها تو این دنیا باشن که اسم مسیح رو نشنیدن ولی خودشون رو به فیض و رحمت خدا سپردن، توکلشون فیض و رحمت خداست نه خوبی خودشون. مسیح مثال یه گناهکاری رو میاره که رفت معبد، گفت روش نشد به آسمون نگاه کنه، به خدا گفت به من گناهکار رحم کن. یه فریسی هم رفت معبد، گفت خدا رو شکر چقدر من آدم درست حسابیم. مسیح گفت اون فریسی امروز هیچ اتفاقی براش نیفتاد، ولی اون مرد گناهکار اون روز بخشیده شد، عادل شمرده شد. حالا خیلی از الهیدانای مسیحی میگن میتونن، ما مثلا میتونیم حتی اینطوری تصور کنیم، وقتی میگیم مسیح تنها راه نجاته، آره مسیح تنها راه نجاته، ولی خارج از چارچوب درک مسیحی و عضو کلیسا بودن هم مسیح میتونه توی جوامع بشری کار کنه. انسان‌هایی که شاید اسم مسیح رو نشنیدن، من دارم اینا رو به عنوان فقط موضوع الهیاتی مطرح میکنم، اینا میگم اینا همه بحثای طولانیه، یعنی به این منظور نیست که اگه بگیم جهنم وجود داره و قسمتی از واقعیت عدالت خداست و تصمیم انسانه که از خدا دوری بکنه، پس بگیم پس فقط این که یه نفر باید عضو کلیسا باشه که بره بهش، بقیه همه انسان‌ها دارن میرن جهنم، لزوماً ما در مسیحیت اینو نمیگیم. در مسیحیت این دیدگاه هم وجود داره بین بعضی از متفکرین، نه همه، ولی بین بعضی از متفکرین که اسم فلسفیش میگیم شمولگرایی، که خارج از کلیسا، خارج از اینکه کسی دقیقاً بدون پیام انجیل چیه، ولی کسی که میدونه که خدا هست، خودش رو به محبت و فیض خدا واگذاشته و از داره توبه میکنه و به طرف اون نوری که دریافت کرده داره حرکت میکنه، امکانش هست که شاید مسیح داره اون شخص رو نجات میده بدون اینکه اون شخص خودش بدونه که مسیح کیه یا از الهیات مسیحی خبر داشته باشه. پس میخوام بگم که این بحثا میگم خیلی هم جا داره برای ادامه دادن این صحبت، متاسفانه تو این وقت کم نمیشه بازش کرد، ولی خواستم بگم که
ادامه بدیم عزیزان به سوال‌های سخت و دنبال جواب رفتن برای سوال‌هایی که داریم و تا این حد دیگه جا داشت که من یه نکاتی رو توضیح بدم. خیلی ممنونم از شما دکتر ساسان عزیز. عزیزانم واقعا ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید. هفته بعد برمیگردیم با یک سوال جدید دیگه در واقع به قسمت نهممون، نهم برنامه‌مون هستش که چطور میتونیم خدای رو دنبال بکنیم که اجازه میده مسیحی‌ها کارهای بدی رو انجام بدن. اینم بازی که از همون سوالایی که ممنوعه هستش. شما عزیزان رو به دستای خدا میسپارم تا هفته بعد. خداحافظ.